سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. افغانستان قهرمان مسابقات جهانی آشیار کاراته کیپ تاون شد. رقابت های جهانی آشیار کاراته 2010 با حضور ملی پوشان 30 کشور در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی از 2 روز پیش آغاز شده بود که با قهرمانی کشورمان پایان یافت. ملی پوشان کشورمان در این مسابقات با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنز توانستند مقام قهرمانی این دوره برمغان بیارند. پس از افغانستان، کشور زامبیا مقام نایب قهرمانی را از آن خود ساخت. آفریقای جنوبی هم سوم شد. افغانستان که در این رقابت ها چهارمین حضورش را تجربه کرد، با ترکیب 14 رزمجو، یک مربی و یک هیئت در این مسابقات حضور یافت. این پیکارها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش کاتا و کمیته راه اندازی شده است. پکتیکا دو بار در یک روز طعم باخت را چشید. در ادامه سومین دوره رقابت‌های کرکت کشور، صبح امروز دو دیدار انجام شد که تیم هرات به پیروزی رسید و پکتیکا بازی را به حریفان واگذار کرد. در این روز ابتدا تیم پکتیکا به مسافه کنر رفت که این تیم در 17 آور و با اخراج تمامی بازیکنانش تنها 85 دوش را انجام داد که بازیکنان کنر با اخراج شدن 5 بازیکن در آور 17 به این هدف دست یافتند و تیم پکتیکا را مغلوب ساختند. در دومین مسابقه باز هم پکتیکا آغازگر بازی در برابر هرات بود و در 20 آور با اخراج 8 بازیکن 137 دوش را هدف تعیین کردند. اما باز هم بخت این تیم را یاری نکرد و مردان هرات در 18 آور به این هدف رسیدند و پیروز میدان شدند. این مسابقات با حضور 24 تیم در 8 گروه سه تیمه از سوی ریاست کرکت بورد کشور در پایتخت راه اندازی شده است. مسابقات گزینشی تیم منتخب جوانان کانگفوی پایتخت آغاز می شود. سومین دوره رقابت های انتخابی تیم منتخب زیر 21 سال کانگفوی شهر کابل فردا از سوی فدراسیون این رشته برگزار می شود. وزن کشی این دوره از مسابقات امروز انجام شد و قرار است فردا رقابت بین جوانان کانگفوی پایتخت با شرکت 300 ورزشکار راه اندازی شود. این رقابت ها در رده سنی جوانان از 90 کلب پایتخت در 10 وزن راه اندازی شده است. در پایان این پیکارها، نفرات اول تا سوم هر وزن موفق به پوشیدن پیراهن تیم منتخب کانگفوی پایتخت می شود. خبری از والیبال. ایران صدرنشین مرحله مقدماتی شد. آخرین دیدار تیم والیبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی 15مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان امروز در بانکوک و مقابل اندونزیا برگزار شد و با نتیجه 3-0 به سود والیبالیست های کشور ایران با پایان رسید. تیم ایران که پیش از این تیم‌های سریلانکا و ژاپن را از پیش رو برداشته بود، با کسب این پیروزی با 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی گروه B قرار گرفت. 15مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان تا 17 ماه میزان در تایلند ادامه خواهد داشت. 3 تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در پیکارهای جهانی 2011 را به دست می‌آورند. پایان خبرها. جهان سپاس از همراهیتان. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.